مردانی تنها برخواستند تا شعله رقصان و لرزان شمعی ناتوان را در دل طوفانی خانکن از منزلی به منزلی برند، از منزلی به منزلی، آری در گذرگاهی از معبر تاریخ ملتی. آن شعله سبکپای رقصان موسیقی بود و مردانی به جان کوشیدند تا میراث مقدسی این چنین شکننده را در شبی عصاری ظلمت از معبری که در هر گامش تعصب جاهلانه بیدار کار خیش بود از گذشته به آینده انتقال دهند و چنین کردند. سرگذشت موسیقی تا گذشته دیروزش سرگذشتی تلخ و جانکاه است و سرگذشت مردانش که بار فرهنگی چنین شکننده را از رهگذری چنان پرخطر به منزل مقصود برده اند حکایتی است هول‌انگیز. مردانی پاک باخته، تمام باخته که آتش در سرانگشت داشتند و آتشکده‌ای در دل و با این همه تاریک گذشتند در اعماق تا این وظیفه را از خشم ظلمت نهان ماند. مردان تاریخ موسیقی ما مسافران خسته ظلمتند و دیعه این فرهنگ سوزان را از پدران خیش گرفتند و به فرزندان خیش سپردند. با تحقیر و دشنام و زشت نامی سازگاری کردند تا جرقه از دل طوفان به سلامت گذشت و خرمن خورشید شد. نام بلندشان غرقه نور باد، درویش خان و عبدالحسین خان و شیدا، سمایی و نیداوود، محجوبی و سبا و بسیاری دیگر آنها که نامی حتی از خود به یادگار نگذاشت. همینطور ما ضرب می‌زدیم تا خدا تصادف کرد و نصیبمون کرد، مشرف شدیم خدمت سبا. سبا ضربشناسی یاد ما داد. بعدم برخوردیم مرحوم خالقی وضعشناسی یاد ما داد. پدر مادرم مرحوم میرزا علی خان که یکی از استادید کمانچه بود و پسرهایشون هم از کمانچه تعلیمات کاملی داشتن. بنده پیش استاد تکمیل شدم، یعنی اندازه‌ای که کمانچه رو یاد گرفتم و پیش دایی ها تکمیل کردم تا یه اندازه‌ای. Thank you.
معصومیت سن تقریبا 7-8 سالم بود که برای کار هنری شروع کردم. البته یه جلسه یا دو جلسه بیشتر پیش پدرم کار نکردم، از لحاظ اینکه من کوچک بودم و سنم کفاف نمیدم بخوام کار بکنم. بعد کار هنری رو پیش خواهرهای خودم شروع کردم به کار کردم. از مرحوم پدرم مشغول تأثیر موسیقی شدم و تا 14 سالگی سازم پیشرفت خوبی کرده بود که بعضی از شاگردهای مرحوم پدرم هم درس می‌دادند. اولین مرتبه ای که صدای نیره شنیدن یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت. این نی میزد و حتی دندون هاش هم ریخته بود، با فرقش نیره میزد و به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میرم باز یک کمی بزن. همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد و حتی یک صدای ساده که الان با انگشتم میتونم بزنم اون وقت نمیتونستم از نی در بیارم. بنابراین دو سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت روبرو شدم و بعد از یک هفته تونستم صدای نی رو در بیارم. سن 20 سالگی دفتم نزده استاد سر. خاطر استاد سر به این بود که علاوه بر این که نوتشون خیلی قوی بود و با نوت درست بزن ردیف رو خیلی خیلی خوب میدنسن و به مزاق های سنتور و به بکیل سنتور اونطوری که حیل شمایی ساز میزد آشنایی کامل داشت و به خصوص که شمایی خودش گفته بود که اول باید چندان ها پیش سبا کار بکنن تکنیک رو یاد بگیرن و قوی بشن بعد بیان پیششون کار. بعد اینکه 10 سالی پیش سبا زدن ایشون یک تقدیرنامه‌ای برای من نوشتن و اجازه دادن که با خودشون ساز بزنم. در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای در زیرفرهنگان موجود هست.
سال من اتار موسیقی ملی درس میدادم و بعدنم کلاس آزاد منزل خودم میمدن پیش من تعلیم گرفتم. کسانی هم که برایشون مقدور نبود من میرفتم منزلشون. هفتش شاگرد دارم که الان هم مشغول تدریس هم کاملا الان منزل هفته دو روسته بود درس کمونته دارم که شاگردهای تقریبا از همه جور هم جوانتر هم سالمند همه جور شاگرد دارم. در تمام آلات موسیقی چیزی که حساب نمی شد به حساب نمی اومد ضرب بود. باید یه سازی باشه ساز بزنه ضربن دو تکه ضرب بزنه. حالا ضرب رو به جای رسوندیم پس از 40 سال که خودش مستقل شده میتونه نیم ساعت سه رو بدون ساز هرچند که یک سالون بزرگ رو به قدر 2 ساعت که اداره کنه. این ضرب اول واقعا هم که عرض میکنم صفر بود. دست چپ اعداد کش خونده نمیشد اووردیمش گذاشتیم دست راست اعداد به تصدیق همه. این ضرب اول واقعا هم که عرض میکنم صفر بود. دست چپ اعداد کش خونده نمیشد اووردیمش گذاشتیم دست راست اعداد به تصدیق همه. این موضوع شاگرد و این هم آمد جلو من در موضوع تکنیک رو به اینها یاد میدادم و حالا به همین ترتیبه اگرشون که بخواهم یاد بگیرن من اصول کار رو بهشون میگویم که باید به چه طرح کار بکنیم. کاری از اوقات یه چیزهایی از اونها بنده یاد گرفتم اونها از بنده یاد گرفتن نمیتونم بگم بنده کار معلمی داشتم ولی خب اونجا که عدستم برمی آمده بعد از فوت مرحوم پدرم در همون منزل که منزل پدری بود بعد از اون شاگردای پدرم رو درس داد. بعدن وزارت فرهنگ سابق یه امتیازی نظام مدرسه موسیقی شهنازی به بنده دادن. بنده اون مدرسه رو دایر کردم و از اون تاریخ مشغول تدریس شدم که هنوز هم مشغولم. Thank you.
حسین خان اسماعیل‌زاده که می‌رفتم بیشش با عبادوشم بود، وقت که نود نبود که میگفت هر چی شیشه هاش هست بزن بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، یا دو ضربه رو میگفت بزن 125 والا. بنده این مدت که با کمونچه کار کردم راجع به سیم هایی که سابق به این وزن نبود، چون با کوک امروز اون سیم ها درست در نمی اومد، اینها رو بنده تغییر دادم. البته یه تغییرهایی در کمونچه کلی پیدا شده، سابق 3 سیم بود حالا 4 سیمه، و البته بنده به این امتحانات و تجربه و اینها یک کارهایی به کمونچه کردم که صداش تا اندازه‌ای با موسیقی امروز یه اندازه برای نوازندگی امروز مناسب باشه. حالا برای امتحان از قدیم که میزدن اینطور ملایم میزدن، به این فرم میزدن. قدیم تقریبا نزدیکتر بود تا امروز بودم. حالا به فرم این که امروز تغییراتی کرده عرض می کنم خدمتتون. که من در زمینه موسیقی ایرانی برای ساز سنتور کردم، یکی تهیه کتاب دستور سنتوره که برای مبتدیان سنتور، کسانی که میخوان تازه شروع بکنن، اینو تهیه کردم و درش مژاب‌های خیلی ساده سنتور رو درش گنجوندم، به طوری که مبتدیان بعد از اینکه این کتاب رو دیدن میتونن که به راحتی ردیف‌هایی که سوا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بذارن. در ضمن در این کتاب چند تا آهنگ محلی چون که چند ژانرهای مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندم که شاگرد خسرو هستن. در ضمن بعد از این کتاب دیگری در سالهای اخیر به نام زیغت چهارنجاب که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک استاد فرنگونه رو چاپ کردیم و الان در دسترس عموم هست. به عنوان نمونه که خیلی کوچیک براتون میدانم، خیلی شگه کار کرده باشه تا اینکه بتونه اینها رو بزنه. البته بعد دوره های سوا میتونه کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه. بنده 5 دستگاه ساختم که عبارت از شور و ماخور و همایون و سگاه و چهارگاه که اونها رو تدریس کردم و اونها مکمل موسیقی سنتی خودم بود که هنوز هم اونها رو تدریس میکنم در هنرستان موسیقی ملی و فکر میکنم تا امروز هم کسی همچی دستگاه هایی نساخته باشه. و بعد از او هم آهنگ هایی ساختم از قبیل پیشتر آمد، آهنگ های خارجی، تصدیف، رنگ
و تا امروز هم همینطور مشغول هستم و مشغول تدریس هستم و همینطور آهنگ میسازم و تحویل شاگرد ها میدم. گذشته از روشی که از استاد سبا بنده یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران، خودم هم بعدن دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا را خالص دارم، ناب دارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه که حالا اینن میزنم براتون. و یکی دیگه، دو تا از دستگاه های موسیقی ایرانی رو با نی نمیزدن یا اگر میزدن یه مقداریشه میتونستن بزنن، به طور کلی نمیتونستن که این دو تا دستگاه رو با نی بزنن. اونا رو هم من با پشت کار و کوشش رو نی پیاده کردم و الان البته دانشجو به راحتی میزنم. حالا صدا رو که توضیح دادم، صدای نی که در میبردن قبلا اینن میزنن این بوده است. بنده تبدیلش کردم به در زمان قدیم ما خودمونم که یادم میاد طرز نواختن به این طرز که بنده عرض میکنم بود، ولی خب خودم هم الان یادم رفته از لازم که به طرز قدیم میدونید ولی چند سال قبل بوده. هر کی تندتر میزد ناخونش تندتر بود و پنجه تندتر بود، این رو در واقع بهش میگفتن ستاریسته، یه ستاریسته خیلی خیلی خوبیه و ما به همون طرز کار میکردیم. ولی خب من دیدم که وقتی در رفتم به رادیو دیدم اصولا این طرز زدن با وضع میکروفون اینها اینقدرها جور در نمیاد، این بود که بنده طرز نواختن رو تغییرش دادم. مثلا ساوت اگر میخواستیم بزنیم یه قسمتی تقریبا ما یاد میگردیم، اما حالا خب به امروزی بنده اومدم به این طرز درش بردم. بقیه دیگه پای شاگردای ما که چیکار کنن چیکار نکنن، ما که دیگه عمرمون کردیم و نه قدرت داریم و نه قوه داریم دیگه، ما کاری ساخته نیست. مگه این چهار پنج تا شاگرد که داریم اینا یه کارایی بکنن،